حکومت سوریه پلان ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی سرحدی 30,000 نفری در شمال شرق سوریه را شدیداً تقبیح کرده و گفته است که دمشق اعضای این نیرو را خائن تلقی خواهد کرد. ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا که در برابر تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق می جنگد، دیروز اعلام کرد که به خاطر ایجاد یک نیروی سرحدی با جنگجویان کرد و عرب کار میکند. ائتلاف گفته است که این نیرو مسئولیت جلوگیری از بروز مجدد گروه داعش را در ساحات خواهد داشت که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه پاکسازی شده است. اما حکومت دمشق این پلان را خلاف حاکمیت ملی سوریه خوانده است. وزارت خارجه سوریه امروز گفت که سوریه اعلام ایالات متحده مبنی بر ایجاد ملیشه‌ها در شمال شرق کشور را شدیداً محکوم می‌کند. این کار بیانگر یک حمله آشکار در برابر حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد سوریه و یک نقص فاحش حقوق بین المللی می باشد. در کنار حکومت سوریه، مسکو نیز گفته است که ایجاد یک زون مشخص برای شورشیان بالاخره باعث انقسام سوریه خواهد شد. این اعلام که این زون توسط 30,000 نفر از گروه هایی که حمایت امریکا را دارن اداره خواهد شد، یک موضوع جدی است که نگرانی در مورد حتی موجودیت یک مسیر برای انقسام سوریه را به میان میاره. در این حال حکومت ترکیه نیز گفته است که ایالات متحده با آتش بازی میکند. انقره با ملیشه های کردی که یک بخش از نیروی سرحدی 30,000 نفری خواهد بود تروریست خطاب میکند و این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تازگی از آغاز یک عملیات در برابر این نیروها خبر داده است. همان طوری که ما به این سازمان تروریستی جدایی طلب اجازه نمی دهید که در خاک ما چشمان خود را باز کند، در نظر داریم که در آن سوی سرحد نیز آنان را مغلوب کنیم. با کاهش شدت جنگ، ائتلاف بین المللی ضد داعش و نیروی دموکراتیک سوریه گفتند که یک نیروی قوی سرحدی مانع گشت و گذار داعش و انتقال مواد غیر قانونی خواهد شد. این ائتلاف همچنان گفته است در پلان دارد تا این نیروی 30,000 نفری را در چند سال آینده ایجاد کند. گفته شده است که نصف این قوا را جنگجویان سابق نیروهای دموکراتیک سوریه و نصف دیگر آن از افراد تازه استخدام متشکل خواهد بود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.